به گزارش تلویزیون دولتی اسرائیل، ارتش این کشور تجهیزات فناوری مربوط به ایران رو در مقر آنروا کشف کرده. بنابر این گزارش، ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در حال بررسی این تجهیزاتن که ظاهراً منشأ اونها چینه. ارتش اسرائیل در جریان حمله یک هفته پیشش به مقر آنروا یا آنرا در شهر غزه، مرکز داده پردازی حماس رو زیر این ساختمان پیدا کرده که پر از سرورها و کابل‌های برق بوده. یافته‌های جدید نشون میده این تجهیزات شبه نظامیان حماس رو به ایران وصل می‌کنه. در حمله اخیر ارتش اسرائیل به مقر این نهاد تونل‌های مربوط به حماس هم کشف شده بود. پیشتر وزیر خارجه اسرائیل هم خواستار استعفای فوری رئیس آنروا شده بود. جایی برای آنروا در غزه وجود نداره. آنروا بخشی از راه حل نیست، بلکه خودش یه مشکله. این نهاد به عنوان بازوی سازمان تروریستی حماس عمل میکنه. 12 کارمند این سازمان در قتل عام 7 اکتبر و روبودن اسرائیلیا دست داشتن. مقر آنروا در غزه بخشی از سازمان تروریستی حماس از جمله تونل‌های تروریستی بود. ما شواهد زیادی از دخالت آنروا در فعالیت‌های تروریستی داریم که برای جهان افشا می‌کنیم. از سازمان ملل طرفداری نکنید. این پرونده رو پنهان نکنید. من پرونده آنروا رو دارم که برای اثبات جنایتش آماده کردیم. سازمان‌های بین‌المللی دیگه هم هستن که میتونن جایگزین آنروا در غزه باشن. من از فیلیپ لازارینی، رئیس آنروا، میخوام که فوراً استعفا بده. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای سبتی، اول نشانه‌هایی از اینکه بعضی از اعضای آنروا در حمله 7 اکتبر نقش داشتن منتشر شده بود. حالا اطلاعاتی اونطوری که ارتش اسرائیل میگه به دست آمده که نشون میده تجهیزاتی از ایران اونجا بوده. چقدر نگران کننده است برای اسرائیل که یک نهاد سازمان ملل در نزدیکی این کشور اینقدر نزدیک با دشمنان اسرائیل در ارتباط بوده؟ با سلام به شما و بینندگان. ببینید، این مسئله اونرا از سالهای قبل هم برای اسرائیل مشکوک بود، ولی خب تا وقتی که با حماس یک جوری به سوز و بساز انجام میشد و آقای سبتی، کیفیت صداتون خیلی بده، نمیدونم از هدفونتون دارید استفاده میکنید یا چه دلیلی داره. اگه کاری میتونید بکنید که کیفیت صداتون بهتر بشه ممنون میشم. الان بهتره؟ نسبتاً بله. اوکی، من دوباره میگم این مسئله که اونرا داشت از اول مشهود بود. برای چند سال اسرائیل میدونست که اینها در واقع افراد محلی شد و مسئله افراد محلی اونرا هست، کسانی که از غزه در اونجا کار میکنن و خدمت میکنن. به نظر میاد که اونها یک لویالتی و یک تعلقی هم به حماس داشتن و هم به سازمان ملل داشتن. با اینکه وقتی آدم در یک سازمان بین‌المللی کار می‌کنه باید به اون سازمان تعلق داشته باشه، و برای همین اونها در طول سالها با حماس همکاری می‌کردن و مثلا قاچاق می‌کردن یا اسلحه یا چیزهای دیگه رو به غزه می‌آوردن، ولی اسرائیل چشم‌پوشی می‌کرد تا وقتی که این فاجعه 7 اکتبر به وجود اومد و وقتی که معلوم شد که رژیم اسلامی هم دخالت داره. صدا هنوز نمیاد؟ کیفیتش کم بد هست، ولی امیدوارم تا پایان این پاسخ حداقل بتونیم با شما در ارتباط باشیم. وقتی که معلوم میشه که این رژیم جمهوری اسلامی تا چه حد با اینها همکاری داشته و تجهیزات فرستاده، به نظر میاد که اونها به خاطر اینکه این افراد اونرا به مصر و جاهای دیگه رفت آمد آزادتر داشتن میتونستن این تجهیزات رو داخل غزه بکنن، و به خاطر همین رژیم جمهوری اسلامی از اونها استفاده کرده، از نماینده حماس در خود ایران استفاده کرده و تونسته این تجهیزات رو وارد غزه بکنه. ممنونم از شما. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل آویو.